جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز با سفر به ایالت تگزاس از مرز این کشور با مکزیک بازدید می‌کند. به فرمان پرزیدنت ترامپ شماری از نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با آنچه احتمال هجوم مهاجران غیرقانونی خوانده شده در برخی از گذرهای مرزی در جنوب مستقر شدند. هوشمند میرفخرایی گزارش می‌دهد. وزیر دفاع آمریکا هنگام استقبال روز گذشته از خالد العتیه همتای قطریش گفت هنوز تغییری در ماموریت محوله به سربازان آمریکایی گسیل شده به مرز ایجاد نشده است. ماموریت ما تغییری نکرده است، حتی با وجود نزدیک شدن تدریجی کاروان مهاجران به مرزهای آمریکا. روز چهارشنبه سربازان در مرز بازدید میکنند و طبیعتاً واکنش ما بستگی دارد به نوع و میزان تهدید به مرزهای جنوبی کشور. در تقریبا دو ماه اخیر گروهی از مهاجران از آمریکای مرکزی به ویژه از السالوادور و گواتمالا که تعداد آنها بین 3,000 تا 5,000 نفر تخمین زده می شود به منظور مهاجرت به آمریکا پیاده یا با هر وسیله ممکن به سمت مرز ایالات متحده با مکزیک روانه شده اند. دولت ترامپ نیز تقریبا 7,000 سرباز را به برخی از گذرگاه های مرزی در دو ایالت تگزاس و آریزونا اعزام کرده و کاخ سفید همان زمان اعلام کرد که به هر قیمتی از هجوم مهاجران غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد. ما کشور نظم و قانون و حفاظت از مرزها هستیم. در دولت من مرزهای باز معنا ندارد. درصد قابل توجهی از مهاجران خطاکار و جانی‌اند و می‌خواهند وارد کشورمان شوند. تا من اینجا هستم امکان ندارد. وظیفه حفاظت از مرزهای آمریکا با اداره گمرک و مرزبانی این کشور است که زیر نظر وزارت امنیت ملی فعالیت می‌کند. مخالفان اعزام نیروی نظامی به مرزها می‌گویند مرز آمریکا با مکزیک با تهدید امنیتی خاصی روبرو نشده، در حالی که شمار سربازان اعزامی از مجموع تعداد نیروهای آمریکا در عراق و سوریه فراتر رفته است. وزیر دفاع آمریکا نیز میگوید حدود و ثغور ماموریت نظامیان اعزام شده به مرزها کاملا مشخص است. حمایتی که ما از وزارت امنیت داخلی میکنیم حمایت تاکتیکی است که بنا به درخواست اداره مرزبانی انجام می شود. سربازانی که به مرزهای جنوبی گسیل شده اند در این خصوص نقش عملیاتی ندارند و قانونا ضابط قضایی شمرده نمی شوند، بلکه مثل مورد همکاری نیروهای نظامی با ماموران محلی در هنگام مصائبی مثل زلزله و طوفان. در این مورد نیز تنها از پرسنل مأمور حفاظت از مرزها حمایت کرده و به آنها کمک می‌کنند. چندی پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت در صورت نیاز تعداد نیروهای نظامی اعزامی به مرزهای جنوبی تا 15,000 نفر افزایش خواهد یافت. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.